مرسای جنگ جهانی دوم ناصر فکوهی روز اول سپتامبر 1939 با حجوم آلمان هیتلری به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد شش سال بعد در دوم سپتامبر 1945 با تسلیم ژاپن این جنگ به پایان رسید نتیجه مستقیم این درگیری هولناک چهل میلیون کشته و دهها میلیون آواره و قربانی دیگر بود اما آنچه به شکلی و روند تحول و پیامدهای این جنگ مربوط می شود بسیار گسترده تر و وخیم تر است مهمترین دیگرگونی های حاصل از این جنگ فروپاشی امپراتوری های استعماری بریتانیا و فرانسه تحکیم نظام های دموکراتیک و شکنندگی نظام های توتالیتر باقی مانده، گسترش ظهور دولت های ملی جهان سومی و تقسیم جهان میان دو عبر قدرت شوروی و آمریکا بود پس از این جنگ جهان دورانی تقریبا 40 ساله را آغاز کرد که با فروپاشی شوروی سابق در سال 1990 به پایان رسید جهان آتی در فرایند جنگ و پیش از پایان آن ابتدا در کنفرانس تهران دسامبر 1943 و سپس در کنفرانس یالتا فوریه 1945 شکل گرفت و معماری آینده آن تقریبا در ریسترین خطوط ترسیم شد این در حالی بود که اروپا باید تا ده ها سال سرگرم بازسازی دراز مدت های خود میشد. اما دو قدرت جوان و تازه جهانی یعنی شوروی و آمریکا از خاکسترهای جنگ بیرون آمدند و بر جهان مسلط شدند. در همین حال های جهان سومی و اغلب وابسته به یکی از دو بلوک خود را واسطه قرار دادند و مستقیم و غیر مستقیم جنگ سردی را آغاز کردند این جنگ تنها با فروپاشی کمونیسم روسی در خود این کشور و کشورهای وابسته به آن پایان گرفت و دورانی هلناکتر را به صورت جنگی نامتقارن میان قدرت‌های بزرگ، مافیاهای جهانی، سازمان‌های تروریستی، شرکت‌های چند ملیتی و گروه‌های فشار گوناگون اقتصادی و سیاسی و نظامی آغاز کرد. این دوران جهان را به موقعیت وخیم کنونی و تقریبا به لبه پردگاه رسانده است و با توجه به بحران اقلیمی باز هم وضعیت دشوارتر خواهد شد. در یادداشت حاضر تلاش ما بهره گرفتن از تجربه این جنگ و فرایندهای پیش و پس از آن برای مطرح کردن سه درس بزرگ است شاید آینده انسانیت به درک کامل این درسها عمل برای رسیدن به راه حل در برابر تهدیدات آنها و سود جستن از فرصت های آنها بستگی داشته باشد این سه درس عبارتند از نخست لزوم پرهیز و ضرورت کنار گذاشتن قطعی و همیشگی نظریه های ملی گرایانه و نجات دوم لزوم پرهیز از ایدولوژی های آمرانه و توتالیتر به مسابه شیوه های حکومتی و سیاسی و ضرورت بها دادن هرچه بیشتر به دموکراسی به ویژه روش های دموکراسی مشارکتی و مستقیم سوم لزوم کنار گذاشتن قطعی رویکردهای نظامیگرا و خشونت در حل مشکلات سیاسی به باور ما این درسها برای همه کشورهای جهان به ویژه برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران در سالهای آینده اهمیتی حیاتی خواهند داشت ملیگرایی کوچه مرگبار و بنبست نجات پرستی ملیگرایی و کشتار مردم به دست یکدیگر برای افتخار دادن و مشروعیت بخشیدن به دولتهایی که خود را نماینده ملت میدانستند از قرن 19 هم آغاز شد و شاید در جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 به فجی ترین شکل خود درآمد. آمد. در قصرهای خود به خوشگذرانی مشغول بودند و سربازانشان در سنگرهای مرگ با مرگی قطعی و بیحاصل دست و پنجه نرم می کردند. نتیجه نهایی کشته شدن میلیون ها نفر و آماده ساختن زمینه برای بروز فاشیسم در آلمان و سپس کل اروپا بود. اما جنگ جهانی دوم با گفتمان ملیگرا و نجات پرستانه هیتلری که در آن بر دو نوع عنصر سوسیالیسم ضد یهود به دلیل نفرت دینی مسیحیت و نفرت فقرا از ثروتمندان یهود و گفتمانهای باستانگرای جرمانیک و در نزد موسولونی در ایتالیا که به زودی قدرتهای بزرگ دیگری نیز همچون روسیه و ژاپن نیز به آنها ملحق شدند استوار بود زمینه را برای پیوندی نامیمون میان این دو گرایش ملی و نژادی هم کرد. پیوندی که تا امروز در راست افراتی اروپایی و آمریکایی باقی مانده است و با سوء استفاده از تاریخ و گفتمانهای به ظاهر علمی به نفرت پراکنی میان فرهنگ مختلف میپردازد تا بازی قدرت را به تحقق برساند. جنگ جهانی دوم نشان داد که نتیجه ملیگرایی برای کشورهایی که آن را به محور اصلی گفتمانهای جنگی خود تبدیل کردند آلمان ایتالیا و ژاپن چگونه آنها را ناگزیر به سوی کوچه مرگبار و بنبست نجات پرستی سوق داد و در همین کوچه بیشترین آوار را بر سرشان خراب کرد از نیمه قرن بیستم تا امروز ملیگرایی به مسابه ویروسی خطرناک و با پشتوانه راست افراطی و نولیبرال ها و گاه به کمک تعصب دینی در آسیا برمه و خاورمیانه میانی عربی پیش رفته و اکنون به سراغ دولت های جهان سومی آمده است و آنها را نیز در همان مسیر هدایت کنند نتیجه کشتارهای گسترده در جنگهای منطقهای میانه مردمی است که هیچ دلیلی برای نفرت و خشونت علیه یکدیگر ندارند همچنین دامن زدن به ارواح دور دست تعصبهای قومی و مذهبی که امروز در آسیای جنوب شرقی شاهدش هستیم اینها را باید نتیجه مستقیم الگوهایی دانست که جنگ جهانی دوم ارائه داد امروز ملیگرایی حتی در شکل به ظاهر مظلوم و کاملا مشروعیت یافتش یعنی ملی گرایی های قومی نیز به سادگی می تواند مردم یک پهنه را به سوی تخریب و نابودی هدایت کند توتالیتاریسم توهم بزرگ وحشت تثبیت نسبی یکی از بزرگترین رژیم های توتالیتاریستی جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی از نتایج مستقیم جنگ جهانی دوم بود تا پیش از این و حتی در ابتدای آنکه هیتلر و استالین پیمانی محرمانه بر سر حمله و تقسیم لهستان امضا کنند هنوز شوروی از طرف جامعه جهانی چندان به رسمیت شناخته نشده بود دلایل این مخالفت البته متفاوت بود و طیفی گسترده را شامل میشد از سرمایهدارانی که از کمونیسم وحشت داشتند تا آزادیخواهانی که میدانستند انقلاب روسیه در همان روزهای نخست به وسیله بلشویکا مصادره شد و جای خود را به رژیم وحشت داد رژیمی که کمترین بوی از سوسیالیسم و عدالت و آزادی و همبستگی بین نبرده بود جنایت و بیرحمی هایش بود که به هر روی جنگ جهانی دوم سبب شده بودند این رژیم ضد انسانی نه فقط به مسابقه قدرت جهانی به رسمیت شناخته شود بلکه به یکی از دو بر قدرت بزرگ جهان نیز تبدیل شود و تا امروز نیز چنین بماند به صورتی که رژیم جدید و پسا کمونیست در آن نیز تثبیت جهانی بیابد رژیمی که بخش بزرگی از میراس کمونیسم پیشین را در قالب مافیاهای بزرگ و نظامیگری جهانی تا امروز با خود حمل کرده است از این رو اگر الگوی توتالیتاریسم راست هیتلریسم با شکست روبرو شد الگوی توتالیتاریسم چپ به پیروزی رسید و توانست است کم هفتاد سال دوام بیاورد و به قدرتی جهانی تبدیل شد و ساختارهای فاسد دوران گذشته را به امروز منتقل کند بعدها مدل توتالیتاریسم چپ یعنی تمایل به یکسانسازی همه مردم از خلال یک سیاست حزبی و ایدولوژیک تبلیغات سیاسی هولناک پلیس امنیتی نظارت وحشتناک و سرکوب مردم در سراسر سر جهان تکرار شد از چین تا کوبا از ویتنام و کامبوج تا آلمان شرقی و غیره هرچند ممکن است به نظر برسد این مدل سیاسی مبتنی بر سیاست ورزی بر اساس یک توهم دیستوپیایی بزرگ برای همیشه از میان رفته است اما باید از آن کرد که تحولات دو دهه اخیر نشان می دهند خطر بازگشت چنین ساختارهایی در قالب پوپولیستی هنوز وجود دارد خشونت پیش به سوی نابودی مطلق جنگ جهانی دوم و برخی الگوهای خشونتی که در آن عرضه شد از جمله قتل عام‌های گسترده به شدت در دنیای پس از آن ساختاری شدند. آلمانی ها شش میلیون نفر را در کشورهای زیر سلطه خود شامل مخالفان سیاسی آلمان، کمونیست ها،, ها، اعضای مجلس، رهبران حزبی، فعالان سیاسی و مذهبی آلمانی، یهودیان، اسلاف ها، کولی ها، همجنسگرایان، بیماران لاعلاج و حدود 20 میلیون نفر را در شوروی سابق کشتند. ژاپنی ها بنابر برآوردهای های مختلف بین 10 تا 30 میلیون نفر را در فاصله 1930 تا 1945 در منچوری و چین و آسیای جنوب شرقی به فجیع ترین شکل شکنجه داده و کشتند. افسون بر این بی ترین کشتارها و شکنجه ها روی زندانیان جنگی و زنان و کودکان انجام شدند. ژاپن به صورت گسترده از زنان اسیر شده به عنوان روسپیان اجباری در جبه های جنگ استفاده میکرد. کاری که آلمانی ها به صورت محدودتری انجام میدادند. هر دو کشور از ابزار تجاوز به مردم غیر نظامی در جنگ استفاده می و در این زمینه با متفقین آمریکایی و به روسی مشترک بودند. متفقین خود از طریق بمباران با بمب‌های متعارف بر شهرهای آلمان و ژاپن و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازکی مرتکب بزرگترین جنایات شدند. مورد اخیر صرفاً برای آزمایش بمب اتمی در شرایط واقعی و بدون هیچ نیازی به استفاده از این سلاح برای تسلیم یک کشور شکست خورده مثل ژاپن در آن زمان استفاده شد. بیرحمی نازی ها در اردوگاه های مرک بیرحمی و جنایات فرانکیست در جنگ داخلی اسپانیا در 1936 بیرحمی فاشیستها در اروپای شرقی و یونان کشتارهای گسترده و بیگاری کشیدن از زندانیان تا حد میلیون کشته در شوروی پیشین که برآورد آن به 20 تا 60 میلیون نفر میرسد و غیره دیگر ثمرات این جنگ برای جهان هستند و بعدها بارها و بارها در کشتارهای نیمه دوم قرن بیستم تکرار شدند و حتی از ابتدای قرن بیستو شدت گرفتند از میان رفتن چندین کشور در مقیاس گسترده همچون عراق سوریه افغانستان لیبی فرو رفتن بسیاری از کشورها در نابسامانی و تخریب و نظامیگری توصیف ناپذیر نذیر کشورهای آفریقایی سیاه مرکزی برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و غیره قتل عام میلیون ها نفر به صورت غیر از طریق کشورهای جدید بر اساس منافع سیاسی قدرت های بزرگ جدای هند و پاکستان آسیای جنوب شرقی چین رواندا کشورهای کوچک اروپای شرقی در منطقه بالکان و در منطقه خفخاس از دیگر سمراد این جنگ بود به های این خشونت های گسترده را امروز ما می دهیم خشونت های باور نکردنی و بیرحمی های شده در قالب سازمان های هولناکی چون داعش و القاعده تروریسم جهانی قرار گرفتن یک فرد نیمه دیوانه چون ترامپ در رأس بزرگترین قدرت نظامی جهان در حالی که کلید شروع جنگ جهانی سوم را در دست دارد جنگی که نتیجه آن را می توان پایان جهان دانست در یک کلام تجربه های تاریخی به هر صورتی تفسیر شوند تجربه های انسانی و زیست شدند و دارای طبعاتی هستند که به صورت کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت چون اشباهی سرگردان باز میگردند جنگ جهانی دوم یکی از هولناکترین این تجربه ها بود اینکه امروز بتوانیم از آن درس های لازم را بگیریم به خود ما و نه هیچ کس دیگر برمیگردد تاریخ انتشار در وبگاه ناصر فکوهی هفته خرداد 1400 تاریخ امروز